پناهجویان افغان در آلمان که تقاضای پناهندگیشان رد شده شرایط سختی دارند. اکتبر سال گذشته بود که دولت آلمان و دولت افغانستان توافقنامه‌ای را برای برگرداندن پناهجویان رد شده امضا کردند. از آن زمان آلمان ماهی یک هواپیما به کابل می‌فرستد که مسافران آن اکثرا مردهای مجرد هستند. بامداد اسماعیلی با یکی از آنها صحبت کرد. حدود یک هفته می‌شود که علیرضا کریمی اقدام به خودکشی کرده است. دولت آلمان قصد دارد این جوان 28 ساله را برگرداند. هنگامی که او در اداره مهاجرین در این مورد با خبر شد، همانجا تصمیم خود را گرفت. گفتن که حالا که نمیخوای خودت آزادانه برگردی، ما تو رو میخوایم به زور پس بفرستیم. دیگه اونجا من توی دستم یک تیغ بود، دیگه خیلی برام سخت بود که این تصمیم بگیرم. یعنی هیچ کس از جون خودش سیر نشده که بیاد همچین کاری رو بکنه، ولی توی 20 ثانیه میتونم براتون بگم که کلن تمام زندگی جلوی چشم رد شد، ولی تصمیم خودم گرفتم و رگ دستم رو زدم اونجا. با آنکه نیروهای امنیتی روی او ریختند تا مانع این کار شوند، او خودش را مجروح کرد. علیرضا کریمی سریع به بیمارستان منتقل و نجات داده شد. حالا دکتر او را به بخش روحی روانی یک کلینیک مخصوص در هامبورگ منتقل کرده است. آقای کریمی 6 سال است که آلمان است. او 4 سال در یک هتل کار کرده است. اما تقاضای پناهندگی او رد شده است و او اقامت موقت یا دولدونگ دارد. حالا او با آنکه ازدواج کرده است میبایست خاک آلمان را ترک کند. میگوید دچار افسردگی شدید شده است و خواب آسوده ندارد. پریشانی، استرس از اینکه حتی تو همین کلینیک که هستم حتی پلیس بیاد منو بگیره. با اینکه چندین دفعه پرسیدم از کارمندای کلینیک، میگن کسی نمیاد اینجا، نترس، ولی این استرس استراب بعد از اون روز همیشه تو وجود من هست. 2 سال پیش بود که حدود 1 میلیون پناهجو به آلمان مهاجرت کردند. از این پناهجویان با آغوش باز استقبال شد، اما حالا جو تغییر کرده است. دولت آلمان با مشکلات زیادی روبرو شده است و چون انتخابات هم نزدیک است، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مسیرش را کاملا تغییر داده است. با امضای توافقنامه‌ای پناهجویان رد شده افغان سریع‌تر به کشورشان بازگردانده می‌شوند. توماس دمزیر وزیر کشور معتقد است که افغانستان مناطق امنی در کابل یا بامیان دارد که پناهجویان می توانند به آنجا بروند. اما بعد از اینکه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از بدتر شدن شرایط خبر داد، بحث در ایالت‌های مختلف آلمان بالا گرفته است. 11 ایالت می گویند ما آنچه را که دولت می خواهد اجرا می کنیم، اما 5 ایالت از جمله شلیسویش‌هولشتاین مخالف برگرداندن پناهجویان افغان هستند. شلیسویش‌هولشتاین برخلاف تصمیم دولت آلمان اولین ایالتی بود که تصمیم گرفت پناهجویان افغان رو فعلا اخراج نکنه و آمدیم وزارت داخله این ایالت تا بپرسیم که علتش چیه. برای ما مهم است که کسی که نامه ترک خاک گرفته و برگردونده میشه بتونه در کشورش با حرمت و امنیت زندگی کنه. ما خیلی وقت تحولات افغانستان رو دنبال میکنیم و در گزارش ماه دسامبر سازمان ملل دیدیم که افغانستان چه شرایط سختی داره. اما نمیشه بر اساس این گزارش امنیت یک جا رو پیش بینی کرد و این افراد رو به اونجا فرستاد. به این خاطر شلیسویش‌هولشتاین برای 3 ماه اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است. اگر شرایط تغییر نکند، قصد دارند این فرمان را تمدید کنند. اما هامبورگ یکی از 11 ایالتهایی است که با دولت همکاری می کند و دیپورت می کند. پناهجویان اما کلن در آلمان حق تغییر ایالت خود و رفتن به استانی که دیپورت نمی کنند را ندارند. به این خاطر در کمپ ها و اماکن اسکان پناهجویان جو نگران کننده ای حاکی است. سروش براتلی 2 هفته می شود که جواب رد دریافت کرده و نگران است. چون اینجا شنیدیم که پلیس در نصف شب می آید و چارور می دارن. همیش که خوابستیم می ترسیم که حالا پلیس به حالا بیاید. تصور نمیکنم که رد بگیرم، چون به خاطر کشور ما ناامن است، از جای جنگ زده میاییم و هزاران مشکلات و مشقات ما تحمل کردیم تا اینجا رسیدیم. وقتی منفی آمد بریم دیگر شوکه شده بودم کلن.
طبق آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی حدود 12,000 پناهجوی افغان در حال حاضر با جواب منفی در آلمان زندگی می‌کنند. اما اکثر آنها به خاطر نامشخص بودن هویت یا شرایط جسمی نمی‌توانند برگردانده شوند. علیرضا کریمی امیدوار است که بتواند از طریق اقدامات وکیل خود اقامت آلمان را بعد از 6 سال دریافت کند. بامداد اسماعیلی، هامبورگ، آلمان. ولایت ننگرهار افغانستان که